ببینین یه جوی این بازی بسیار بازی آسونیه. به عدد 7 که رسیدی همه میگین هوپ. اصلا عددهایی که 7 توش داره هوپه. یعنی بعد از عدد 6 میشه هوپ. به جای 7 باید بگین هوپ. فهمیدی چی شد؟ چی فراد؟ الان بعد 6 چیه؟ 7. ای بابا بعد 6 که 7 نمیشه هوپه. بابا 7 14 17 عددهایی که 7 توشون داره هوپه. خوبه حالا شروع کنیم. چی برای تو شروع کنیم؟ حالا یک. من بگویم دو. سه. چهار. پنج. شش. هفت. ای بابا نشد که قرار شد بگیم هوپ. جای 7 میگیم هوپ. هوپ. گرفت. آره. حالا میخوای اگر بعد از این سختتون 7 5 رو بذاریم؟ 5 آسون تر. پنج. آره. یادتون باشه 5 10 15 اینا همه هوپه. یادتون باشه. حالا شروع کنیم دوباره. شروع کن. برو شما. کنم هوپ. نه هوپ. یک باید و بگویی. یک باید و بگویی. خب من بگویم یک. دو. سه. سه. چهار. پنج. ای بابا قرار شد که به جای 5 بشه هوب. تو چرا نمیگیرین آخه؟ یه کار دیگه اصلا بکن. اصلا این یک هوب باشه. این وقت همش بشه هوب. اون وقت همه برنده بشه. خوبی یا همه برنده بشه. من بگویم هوپونیم. چهار. سلام عرض شد. سلام علیکم. حالا شما چطوره؟ ممنون. اینجا برره است؟ با کسی کار دارین شما؟ با کسی خاصی که نه. من میخوام اینجا اگه بشه یه ویلا یا یه تیک زمین بخرم. شما اهل کجایین؟ تهران. قاتلی؟ دزدی؟ فراری؟ قضیه چیه؟ چرا پرت و پلا میگی؟ حقیقتش اینه که من آسم دارم. آها. دکتر به من گفته باید یه جای خوش آب و هوا زندگی کنم. منم تحقیق کردم اینجا رو پیدا کردم. نه ماشین داره نه کارخونه صنعتی چیزی داره. دوست عزیز ببینید من که شما رو نمیشناسم که، ولی یه پیشنهادی دوستانه بهتون بکنم. ببینید شما از همین راهی که اومدید همین راهو بگیرید برگردید برید اگه از جونتون سیر نشدید. بله. ببخشید من کلی تحقیق کردم تا اینجا رو پیدا کردم، پرسجو کردم. من میخوام بیام با خانواده‌ام اینجا زندگی کنم. شما مثل اینکه متوجه نیستید. شما کلاتون هم اینجا افتاده باشه نباید بیاین اینجا. الانم تا آلوده نشدیم برید. منم کسی رو اگر دیدم نمیگم شما رو دیدم. شما مثل اینکه دیوونه شدین. من دیوونه شدم؟ بسیار خب من وظیفه‌ام بود که شما رو راهنمایی کنم. اگه میخواین برین شما برین. بعدم معلوم میشه که کی دیوونه شده. اون کسایی هم که باشون کار دارین یه بخشداری داره این خراب شده اونجا الان نشستن. ممنون. بله خواهش میکنم. از ماشین اهیب اجه چهار هیپ هیپ وسوخی هیپ و هوپ با هم خودی برکنیم یه چیزی باشه. نو سلام. سلام علیکم. سلام علیکم. بگوان این دیگه کی بی؟ ببخشید مزاحم اوقات شدم. البته بنده اومدم اینجا که یه زمینی ویلایی چیزی بخرم. ببخشید برای چه کاری؟ برای زندگی. و خواهی برای تو برای زندگی بکنی چیگر؟ بله اگه بشه با اجازتون. نه نوشه اجازه نودی. آخه برای چی؟ برای اینکه ما اینجا برای خودمون یه قانون داریم. هر غریبه‌ای که نمیتونه بیاد اینجا که بره. گوش بکن جیگر، اگه قرار باشه هر کسی از هر جا بیاد اینجا، یعنی از شهر بریز اینجا شلوغ بشه، ما کنترل نبکنیم که برای شلوغ بشه که. حالا نمیشه یه استثنایی چیزی قائل بشید؟ بنده میدونید آسم دارم. دکتر گفته که باید بیام یه جایی که آلودگی نداشته باشه زندگی کنم. ببین عزیز من این دیگه مشکل شماست دیگه. ما اینجا آدم غریبه تو خودمون راه نمیدیم. حیف شد. من چه نقشه‌هایی داشتم. من می‌خواستم پول و سرمایه‌مو بیارم اینجا
که با اون پول میتونستم برره رو زیر و رو کنم. بله. خب ببخشید مزاحم شدم. ها آقای لحظه ای. من بگم که حالا وحشی که قانون عوض وکیل. نه 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 من دوست ندارم که شما به خاطر من قانونتون رو عوض کنید. خداحافظ شما. آقا جان دوست عزیز. آقا صبر کن. البته به غیر از آسم یه دلیل دیگه ای هم بود که باعث شد من از تهران مهاجرت کنم. اونم اینه که یک عده‌ای که میدونن بنده آدم ثروتمندی هستم اینا به طمع پول من میان خواستگاری دخترم که باهاشون ازدواج کنن. البته بنده خوب میدونم که اینا هیچ محبت و علاقه‌ای به دختره بنده ندارن. اونه حالا اینکه بنده برای اینکه از شر این جور آدمو خلاص بشم اومدم سمت شما. بسیار کار خوبی کردی. بسیار. ببین آدم وقتی عشقش عشق واقعی باشه باید خیلی قید چیزای دنیا رو بزنه. خیلی مردم شهر چقدر مادی بیدن. اینجا همه اخلاق من رو ودونن. من یه دختر ودارم خیلی برام عزیز بید. تو انتخاب داماد انقدر سخیر وشم که نوگو. ولی خب اگه هر کی دامادم وشه ها جونم براش بره. انقدر دوستش ودارم که نوگو. حالا بگم اسم دخترها چی بی؟ اسم دختر بزرگ من خانباجیه. دومی هم اسمش الیزه است. چی بید؟ خانباجی. نه اون یکی که الیزه. الیزه؟ بله. واقعا چه اسم زیبایی بید. ببخشی چرا انقدر این اسما با هم فرق فکوله؟ خانباجی رو به خاطر اینکه اسم پدرم خانبابا بود و مادرم مامانباجی ترکیب کردیم گذاشتیم خانباجی. الیزه رم به یاد سفری که ما به پاریس و فرانسه و اینا رفته بودیم گذاشتیم الیزه. ها ای خوابت و گرفته. باید به زورم که شده اینو ورداره میاره اینجا بیارزه. خب من هر کاری کردم نوش شد. آی نه کیوون حتما بخواد دختر این شوکت پناهه وگیره دامادش بشه. خاک و چوک اگه پول شوکت پناهه وره بالا براره بالا براره به یک بار شکوفا بشه و ما هیچی نوشیم. من نوزارم که این شوکت پناهه و برن سمت خودشون. آفرین. بیچاره شد من بهش گفتم نیاد اینجا. بهش گفتم. الا تو چی و گفتی؟ هیچی بابا میگم که حالاش شما شاید دارین اشتباه میکنین. به عنوان یه انسان خواسته از این یارو مهمان نوازی کنن. این نوفهمه. آخه مگه ممکنه کسی بی خود کسی مهمان نوازی کنه؟ گوش فرگوی چی بگویم؟ باید اولین فرصت این شوکت پناه رو بیاریم پیش خودم. شاخ شمشاد خانوم روش روبرو شدن با این آقای شوکت پناه از افعال معکوسه. یعنی چی جوری؟ یعنی این که ما باید خودمونو به پول به مال دنیا اصلا به مال و ثروت این آقای شوکت پناه بی اعتنا نشون بدیم. فهمیدی؟ یعنی ما اصلا نفهمه که در مورد دختراش ما نقشه بکشیم. آفرین با گوش بکن ببین چی بگم. تو باید علکی از خودت اداهای اشغلانه بکنی. بفرمایید. واقعا از مای و منال دنیا بیزار بیدم. واقعا اسم پول مادیات که ویاد حالم به هم وخیره. واقعا دیوانه میدن کسایی که به خاطر پول و پله ازدواج وکیلن. چی دور زمینه بیده با متوجه صحبتتون نشدم. خیلی روحیه خاصی برداره این کیوون ما آقای شوکت پناه. همیشه وگویه که اصلا دلش نه و خود ازدواج بکنه. چرا؟ هیچ وقت مال و ثروت دنیا اصلا بی‌اعتناه. خیلی بی‌اعتناه. میدونی کیفون ما همیشه اصلا داره به این موضوع فکر بکنه. شما یه وقت فکر نبکنی این قصه ازدواج داره ها. اصلا یه چیزایی که خیلی بدش بیاد یکی پوله. یکی ازدواج بدون اشغولانه است. یکی هم پدر زن پولدار که اصلا ببینه اشغولانه است. حالا قربونت برم کجایی؟ حالا دیگه نوبت ما بیده. دست بکنید. دست بکنید. آ
آخه من از دست شما دو تا چلمچالون چلمک چی کار بکنم؟ تا یک دقیقه شما رو ول میکنم حتما باید یه خرابکاری به بار بیاری شما. من خرابکاری نمکردم، این وقاست مهمون عزیز ما رو بدزده. آی مهمان عزیز همه ی براره بیده، نمیشه که فقط خانه شما باشه؟ خب حالا کلن چه خبره؟ اصلا خبری هست که این همه دعوا دارین سر یک مهمان؟ اینجوری نبک کنید، من از پول حالم به هم بخوره، از عشق حرف بزنید. از که تا حالا تو شمپهت بر من اینقدر رومانتیک شدی؟ از وقتی که پی به نیروی عشق بروردم، عشقی که به خاطر پول نبه باشه، به خاطر عشق بباشه. آقا جان شما از من میشنوی؟ شما چه خونه ای شمپهت بری، چه خونه او چرمت بری، هر دو تاش دعوا هستم. از من میشنوی؟ برو تو من بخشداری بدی بخواب آقا جان. حالا چه کار بکنیم؟ آینه خیلی بد بید که ما هیچ کسا نوه داریم که یکی از این دخترای این شوکت پناهه و گیره، اما اینا کیوونه و دارن. من دیگه واقعا تا حالا به یه همچین مشکلی بر نخورده بودم. مشکل عدم وجود پسر مجرد در یک خانه. واقعا چطوری میخواین این مشکل حل کنیم؟ چرا اینجوری به من نگاه میکنی؟ نه اصلا من همسرم رو دوست دارم، با کسی دیگه هم حاضر نیستم ازدواج کنم. اصلا من بخوام ازدواج کنم سهرناز نمیذاره. میتونی ازش بپرس شما میذاری من با کسی دیگه ازدواج کنم؟ آها نه، اون وقت من تو رو بکشم. بیا مگه من تو رو بکشم؟ یعنی اینکه ایشون اجازه نمیدن منم اصلا؟ اون وقت ببین اصلا ابوی و اخویتون دارن به من پیشنهاد میدن. اصلا من چرا دروغ بگوی؟ ما کی هم چه پیشنهادی به تو کردیم؟ اصلا ما حرفی وزدیم الان؟ خب حتما این خودش تنش بخوره که اینجور خیال بکنه. حالا و به من نه چه بلایی سر تو بیاره؟ من میدونستم آخر سر هر چی بلا سر من میاد. الان هیچی داری وگویی؟ الان داشتم از بخت و اقبال بلندم که با خانواده شما آشنا شدم تشکر و قدردانی میکردم. به جای تشکر کردن باید یه راهی پیدا بکنی. خوشو ساعت 3:30 شب بیدی؟ چه وقت خوابی؟ چی شده؟ خوابش رو یه دقیقه. اتفاقی افتاده؟ نه. گوش بگیر. چیزی کم و کسر نداری، همه چی خوبه. همه چیز هست. مرسی. هیچ کم و کسری نیست. این یکم میوه وسط آوردم. مرسی، نمیخورم. میوه برای پوستت خوب بید. بخور. پوستت ها شاداب بکنه. این توش پرتقاله. سیبه. نه خود انگور کدام دوست داری؟ نمیخورم من. این نباشد. ببین قربونت برم. ببین اگه کمبود عاطفه داری یا ما چت بکنم. نه آقا کمبود عاطفه چیه؟ من کمبود ندارم. ای پوست تشو گاز بده. پوستت خوب باشه. من وقتی اگه خوابت نوه برای قصه بگم باسم. نه من خواهی بذارم روی پام تکانت بدم. قبل از اینکه شما بیاید من خوابیده بودم، راحت خوابیده بودم. گوش بکن رخت خوابت راحت بید، منافع چیزی را نبدا. راحتم چی خوب. شیرفرها هابا این فکر بکنن که ما مثلا محبت از خودمون در بکنیم، باید مثلا توقع جبران بداریم. یه چیزی از سوال بکنم. جان کیانوش راست بگو. راست بگو. شیرفرات گفتم جان کیانوش. ما اینقدر به این شوکت پناه اینقدر محبت در بکنیم، توقع جبران بداریم. نه هیچ همچی چیزی نبید. نه بداریم به جان. نه به جان کیانوش. فقط خواستیم بهت حالی بکنیم. کیانوش و میره راست بگو. قبول بکردی؟ فقط خواستیم قبول بکنی که الان که تو در خواب بیدی یک عده تو رو دوست دارن و این نصف شبی همینجور بیدار نشستن نشستن به آسمون نگاه بکنن، به تو فکر بکنن. همه به تو فکر بکنن. به تو فکر بکنن. ما حالا فکر بکنیم ببینیم چه باید بکنیم. این بهتره. این گاز بگیر. قربونت برم. حالا بخور. حالا بخور. حالا بخور جیگر. اینم باشه. میبه بخور. اینم بگم. مرس. آقا. چقدر خوابت سنگینه. بلند شو. جانم چی شده؟ اینجا چه خبره؟ چی شده مگه؟ من اومده بودم اینجا آرامش داشته باشم.
بدتر زابرامون کردن. این سالار خان بود با پسرش اومده بود اینجا، یکیشون سیب میکرد تو حلق من، یکیشون حرف میزد، حرفای عجیب غریب میزد. ابی نداره عزیز من، اینا به اصطلاح خودشون دارن از خودشون محبت دربه کنن، اصلا چیز مهمی نیست، شما به دل نگیر. ببین شوکت جان، الان که کسی اینجا نیست و خودت هستی و من، بذار یه چیزی رو بهت بگم. اگه به فکر شوهر خوب برای دخترت میگردی، به من فکر کن فقط، فدات شم. یعنی چی آقا؟ شما دارید به من توهین میکنی؟ چطور؟ اصلا من میرم خونه سردار کن، اونجا خیلی هم راحت‌تر بودم. چه ریختی این وحید روش شده جلو شما این حرفا رو بزنه؟ خب بوه، همه که مثل من نبیدن که از پول بدشون وعید و فقط به عشق فکر بود. اصلا انگه کی به این بگه؟ آقا تو تا حالا دخترهای آقای شوکت بنا رو دیدی؟ داماد شوکت بنا باید در حد و اندازه های خودش باشه. بله. ببین آقا، من از اولش هم به شما گفتم شما اینجا راحت تری، نگفتم به شما؟ شما فرموده بودین، منتها من فکر نمی کردم که یه همچین مزاحمتی برای بنده. حالا هر چی بوده قربونت برم، گذشته رفته، الان دیگه شبه، رخت خوابای ما هم که پهنه. شما همینجا استراحت بکن، انشاءالله که دیگه برای شما هیچ مشکلی پیش نمیاد. خیلی ممنون، خیلی ممنون. اتفاقا من خیلی هم خستم، خوابم میاد. دست و پاشون رو ببرن که شب دیگه نه برای ایشون و برای ما مشکلی هم. بله استراحت بکن. نه وقت برم تنابعی آوردی. خیلی آماده بیته. خیلی خوب. بله شما استراحت کن دیگه. بله یکی بی یکی نمید این داستان نه. ببینید جناب، اینجا خیلی داره رفتار بدی با من میشه. من از مهمون نوازیتون متشکرم. ولی آخه مهمون نوازی که زورکی نمیشه، درسته؟ ببینید من برای یه خوابیدن ساده چقدر باید درد سر بکشم. حالا که اینجوری شد، اصلا از این بعد جناب آقای شوکت الملک زیر نظر مستقیم من میباشم، زیر حمایت من هستم. امشب هم همینجا میمانم. سجی خواه بله قربان. بندازی دوتاره بیرون. این دوتاره بفرما بیرون. بفرمایید بیرون. شما خوبه؟ ببخشید، اگر یک چیزی رو من به شما بگم قول میدید که بین خودمون دوتا بمونه؟ چی؟ خواستم بگم که اگر شما دنبال یه داماد خوب میگردید، من دارم گوشی اون ذهنتون داشته باشید، چون من به هر حال میدونم. بلم کن آقا، الان من باید بخوابم. بذار بخوابم، بعدا صحبت میکنیم. باشه چشم. من گفتم که بین خودمون باشه، نگفتم که شما داد بزنید. خیلی خوب، حالا بعدا صحبت میکنیم. باشه فردا صحبت میکنیم. آقا فکراتو کردی؟ آقا ولم کن، ولم کن، بذار بخوابم. ای بابا چه خبره؟ آقا اینجا چه خبره؟ اینجا دیوونه خونه است، همه میخوان داماد من بدبخت بشن. این همکارتون، این همکار، همین الان داشت به من پیش آمد. همین چرمه تا کچو کولا. بله باش برکم شو بیرون. قربان بنده همشه جسارتی نکردم. باش بگو به جان اعلی حضرت، یک جور ناقصت میکنم تا آخر اون فکر داماد شدن از سرت بری. برو بیرون با سلامتی، ما اینا اینجا پناه دادیم. کم شو بیرون. خیلی ممنون جناب طغرل، بتونم جبران کنم. خواهش میکنم. میخواید که جبران کنی؟ بله حتما. خب نه پس چیزا دخترتون رو بدید به من که من غلام تو بشم. شما خجالت نمیکشین؟ اینجا دیوونه خونه است، من اینجا نمیمونم، میرم خونه سردار، اونجا راحت ترم. خب درک اصلا برو، حیف من که با این سبیلم داماد تو نصف سبیل گنده سبیل بشم. شما پیت چرمه. آی مادم، بسوختم، باز هم دیگه نشد.
چیز گاله بشیده هست. آقای که بچه کم بشون سردار خواه یه کاری بکنید بچه هم دارد دستم وره ها. حالا ای چی بشده؟ چیزی نباشده، اشغولان از خودش درمه کرده، به پرندگان عشق فکر بکنه. اخی، الان چه حالی مداره. از او اولش که این عقل درست حسابی که نبداشت، او یه ذره ای هم که داشته دیگه درمه شد. چی؟ ای لئوناردو داوینچی، حالا عاشق کیو شده؟ های، عاشق دختر آقای شوکت پناهور شده. آخی، الان چه حالی مداره؟ الان مگه دخترای آقای شوکت پناهور اینجا ویامده؟ نه، نه، دونم، نه. خب پس این چجوری عاشق و شده که ندیده که؟ همینجوری ندید عاشق و شده. ای که گفتی ندید عاشق و شده یعنی چه؟ مگه میشه آدم کسی نه و بینه بعد از خودش عشق در بکنه؟ خب همین جالبی دیگه، بچم تو عشق هم نوآوری داشته بی؟ خانم نوآوری یعنی چی؟ اگه این شوکت پناه بفهمه که کیبون ندیده عاشق دختره شده، خب میذاره از اینجا میره، بعد تومه به این چرب و نرمی از چنگ اون میپره میره. مگه نشنی شما چی گفت؟ گفت که من دنبال یه دامادی بگردم که اشغولانش به دختران واقعی و عمیق بیده باشه. آمیرم یعنی اینجوری اون وقت؟ ما شنیده بودیم با یه نگاه آدم عاشق میشه دیگه، نشنیده بودیم بدون نگاه هم آدم عاشق میشه. آده شما نبدونی پدر من، اینجوری خیلی شاعرانه تر بید. آخه الان چه حالی مداره. ای عشق جانکا، حتی بدون یک نگاه. وای این عشق داره بچه ما شاعر بکنه. بلند شو فرهاد جان، بلند شو دست این کیوونه بگیر، بعد ببرش پیش کیانوش، لااقل چهار کلمه باهاش حرف بزنه تا این شوکت پناه نیومده. اینجوری آبرومون میره ها. این شوکت پناه الان کجاست؟ الان داره قدم میزنه بیرون. بلند شو تا اون نیومده، بلند شو تا آبرومون نرفته. ببرش بیرون. پاشو. اگه دردم یکی بیدی چه بیدی؟ اگه غم اندکی بیدی چه بیدی؟ نمک باشه دل ریشم چرایی؟ آره میدونم. ببین کیوان جان، یه خورده تحمل کن، بشینیم با هم صحبت کنیم در موردش. نمتونم تحمل بکنم، نمتونم. تحمل نمیخواد بکنیم، میگم تحمل کن، یعنی بشینیم که با هم... آخه همون تحمل هم نمتونم کیانوش، آخه تو که عاشق نبیدی. اینجام درد نگرفت، خیلی جیزگاره دارم وشم، عاشق وشم. میدونم. ببین حالا با هم صحبت میکنیم. اصلا ببین یک مسئله ای، ببینم تو تا حالا کسی رو که ندیدی چطوری میتونی عاشقش بشی؟ من باهاشو دیدم. ها؟ باهاشو دیدم. خب چه ربطی داره این اصلا؟ یعنی چی باهاشو دیدم؟ همون شیرفرهاد راست بگوه دیگه، نوفهمی. عشق منطق نداشته بید. یه ضرب المثل بگوه که موش به سوراخ نرفت، جارو به دون بشه و ما بسته. اصلا این مسئله من نمیفهمم، چه ضرب المثل اصلا ربطی به این موضوع نداره که. ببینم تو مطمئنی که تالا کسی رو که ندیدی باش اصلا توافق داری یا اینکه دوستش داری؟ اگه توافق نداشته بودم که عاشق نشدم. ببین من یه سوالی ازت میکنم، تو مطمئنی که این خانباجی رو ببینی در واقع دوستش خواهی داشت و باهاش توافق داری؟ این جواب منو بده. نه مطمئن نبیدم، حالم هم ازش به هم وخره. خب این چه عاشق شدنیه؟ خب من از خانباجی که خوشم نمیاد، من عاشق الیزه بیدم. ببینم مگه دختر بزرگه آقای شوکت پناه خانباجی نیست؟ خب چرا، ولی من اون کوچیکه رو بخوام الیزه. خب باشه، بس موضوع داره خیلی جالب میشه. بخوایی ترانه بخیدم برای بله آه، من که بگوام این کارای کیوون همش اداعت بار بید، نقشه بید. بابا اصلا کیوون ما اینجوری نبید که. خب یه چیز خیلی طبیعیه، اشغولان از خودش دروه کرده. خب عشق برره ای همه دیگه. خوب بید که ما خودمانم برره ای بیدیم. مگه شیر فرهاد من از خودش عشق در نوه کرد به تو؟ پس چرا اینجور نوه شد؟ اول تو را ودید بعد عاشقت بشد. من اینجوری دوست داشتم که شیر فرهاد همچون ندید عاشق من بشه، اونجوری خیلی عمیق‌تر بیده تا الان دلخور بیدی. نه
دل خور که نه، ولی خب اونجوری خیلی اشغولانه تر بید. آه حیف شیر فرهاد. و بی مایی شیر فرهاد ما باید برای لیلونه وگیره، اون وقت کیفون باید برای دختر شوکت پناه وگیره که اینقدر پول داره. ببین شیر فرهاد، ببین چی وگوه، من یواش یواش دیگه داره بهم بر نخوره ها. خاک بچو که لیلون به کجا برسیده از این با این همه تحصیلات از اینا باید حرفش نبید. سبکو سبکو، من اصلا نبتونم بروار پدر شوهرت ناراحتی تو رو ببینم. ببین شیر فرهاد، من پیشنهاد بکنم حالا که لیلون ناراحت شده ها، تو اینو طلاقش بده، برو این دختر شوکت پناه رو وگیر، باز هممون خوب باشه. من موافق میدم. من موافق میدم. ای شیر فرهاد تو موافق بیدی ها؟ لیلون هایی تو چرا ناراحتی؟ من دیگه نوتونم. شیر فرهاد همینجا بهت بگم هرچی اشغولانه داشتیم همینجا تموم بشد، رفت به کارش. خب مگه چه بشده؟ حالا بگویی بخوام زن بگیرم؟ ها؟ من نه و گفتم. جناب و گفتی؟ ها تو و خندیدی، دیدم و خندیدی، او خندت از این که بگویم بدتر بید. ای من از بس که ناراحت بیدم خندیدم، میگه ای خنده تلخ من اگر یه غمنگیستر بیده. نه تو دروغ بگویی، من مطمئن بیدم، دروغ بگویی. ها لیلون، من ای تو را با ای همه دنیا عوض نکنم. آه راست بگویی؟ آه خب پس اگه عوض نبکنی یه کاری بکن. اگه میخوای که من حرف تو باور بکنم یه کاری بکن که دخترشو شوکت پناه بده به کیوون ما، اونا با هم دیگه عروسی بکنن. خب آخه چجوری؟ من نمیدونم دیگه چجوری. یه کاری بکن که دخترشو شوکت پناه بده به کیوون، این حرف و حدیثا دیگه تموم بشه، بره پی کارش. اگه راست بگویی، اگرم که نه دیگه لیلون رو نبینی تا آخر عمر هرگز. چه گرفتاری شدی ما؟ ببین کیوون جان، اصولا کار تو خیلی سخت شده. حالا این مسئله این که تو این دختره رو ندیدی اصلا بذاریم کنار. من فکر نمی کنم شوکت پناه وقت دختر اولش تو خونه است بیاد دختر دومش رو شوهر بده. اینو بفهم، تو گناه من چی بود که عاشق اون کوچیک الیزه شدم؟ اصلا تقصیر من نبود که این دل بی پاشو برو این خواستگاری ای دختره. پاشو علاوه رو خواستگاری ای دختره. برای چی برم؟ بذار ببینم چی شده. ها لیلون قهر بکرده، گفته تا ای کیوون با دختر شوکت پناه عروسی نوکنه من آشتی نوکنه. پاشو برو خواستگاری. چه ربطی داره اصلا این ماجرا به هم دیگه؟ اصلا ربطش به تو ربط نداره، فقط این مسئله رو مشکل رو حل کن. پاشو برو خواستگاری. نه من نبرم. تمامش کن یا ایوری یا اووری پاشو. نه خجالت بکشم، نه روم نباشی از پدر خانومم خجالت بکشم. ولی که این رفته گلبچین باغ، بل واقعا که این شرم و حیای معصومانه ایشون با اون چشمای دریدهشون هارمونی داره. این حجب و حیا منو کشت. ها من الان چه بکنم؟ من لیلون رو بخوام. ها اگه لیلون رو بخوای باید وری با شوکت پناه صحبت وکی میدم. ببین شیر فرهاد، من میگم یارو نیست که هیچ عالیش نی، اصلا معنی عشق سرش نمیشه اصلا. آی من نبدانم چرا این شهری ها ایجور بشده. من میگم با این کیانوش حرف بزنیم، بره باهاش صحبت کنه، بالاخره اون شهریه، حرف اینا رو بهتر سرش میشه. من نمیدونم، من برم به شوکت پناه چی بگم؟ هیچ عقل سالمی این پیشنهاد قبول نمیکنه. معلومه شوکت پناه هم قبول نمیکنه. ها من این حرفا سرم نبشه، ای باید توی کاری بکنی ای داماد شوکت پناه بشه، و الا من میدونم و تو و سرناز. ببین من تو رو چی کار بکنم؟ نه حالا ببین من با تو چی کار بکنم؟ عجب گیری کردیم آخه بابا، ما نمیدونیم این دختر اصلا، در مورد این دختر هیچی نمیدونیم، نمیدونیم خواستش چیه، سلیقه چیه، چطوری فکر میکنه. خب من اطلاعات جمع کن. باز نشسته اینه، باز اون رو به رو رو میبین. خب پاشو دیگه. برای دیگه من دارم چیز کنم. پاشو. خب شما چه غذایی دوست دارین حالا بگیم؟
انقدر شرمندمون نکنید. من هر چی باشه میخورم. آخه تو برره شما نمیدونی. اینجوریه که مهمون هر غذایی دوست داشته باشه اونو براش درست کنم. شما بخون موقع بگین کارتون نباشه. یه چیزی نباشه. حالا مرغ و مسما. بله مرغ و مسما که بله. مرغ و مسما. دختر خانم من مرغ و مسما دوست دارم. خانواجی مرغ و مسما. خانواجی مرغ و مسما. خانواجی نه نه الیزه خانم چی دوست دارم. چه فرقی میکنه؟ هیچ فرقی نمیکنه. شوکه جان صحبت مرغ و مسما شو گفتم یاد من الیزه خانم کرده باشی. بله. الیزه خورشت قیمه بادمجون. قیمه دوست دارم عروسم قیمه بادمجون دوست داره که نگو. خب ببینم شما کجا دوست دارین زندگی کنی؟ همین برره دیگه همینجا من. بله آسمی که دارم اینجا برام بهترین جا. بله آسمو که میدونست الیزه خانم. بله شما اجازه بدید من دارم خودم میرم جلو. الیزه خانم کجا دوست دارن زندگی کنن؟ الیزه الیزه فکر کنم ونیز یا فلورانس. آخه آخه وای شکر خدا شما نباید دونید هر کی بیاد برای بار اول برره رو ببینه ها دیگه هیچ وقت حواس ونیز و فلورانس ایتالیا رو نباید کنه. البته برره جای خودشه. بله خیلی قشنگی. اون وقت اصولا شما چه جور آدمی هستی همین در کل؟ بله آخه این سوالا رو برای چی میپرسین؟ من نه ما همین جوری گفتیم دوره همین بپرسیم. شما الان شما سختته بگی خودت چه جور آدمی هستی؟ بگو الیزه خانم چه جور آدمی. الیزه خانم چه جوری بیه؟ الیزه من میدونید خیلی به علاقه داره به چیز به پیاده روی ورزش زیاد میکنه. اهل مطالعه است. اگه شما 24 ساعت این دختر رو بذارید یه گوشه بشینه کل 24 ساعت مطالعه. الهی قربونش برم. من عاشق عروسی میدم که ورزشکار میدونه مطالعه بکنه. اوه چه جور توقعاتی از شوهر آینده‌تون دارین شما؟ نه منظور میگم نه خانواجی هم که بزرگم. الیزه خانم چه جور توقعاتی از شوهر آینده‌اش داره؟ الیزه که ببینید خانباجی خانباجی اول ما باید ببینیم که خانباجی چه توقعاتی از شوهر آیندهش داره. بعد که حالا خانباجی و ما شوهر داریم بعد میریم حالا سراغ الیزه. الیزه الیزه ببین شوکت جان این یکی خیلی خوب اومدی اما زیادم خوب نیومدی. ببین به نظر من شاید دکتر بزرگه نقاط شوهر کنه. خودم کوچیکر نمیتونه یه اون اسیر عبیره دکتر بزرگه نه نه آقا شوهر که رسید بده بره. آره بده حالا کو خواستگار گیزگاله بشیده. خب باشه دیگه خودتو لوس نکن. ببین الان که رفتیم پلو شوکت پنا خوب گوش کن بهت چی میگم. من حرف تو حرف میارم میگم کیوون جان شما چه غذایی رو دوست داری؟ تو برمیگردی میگی قیمه بادمجون. بعد میگم کیوون جان شما کجا دوست داری زندگی کنی؟ میگی ونیز و فلورانس. فهمیدی؟ ها نه من ونیز و فلورانس دوست ندارم من برره رو دوست دارم. حالا الان دولت ایتالیا واسه تو دعوتنامه نفرستاده بری ونیز و فلورانس رو ببینی. ما اینجوری میگیم که اونا مثلا فکر کنن سلیقه تو با الیزا یکیه. متوجه شدی چی میگم؟ ای ناکلا خیلی کلک میدی. خب دیگه چی بگم؟ بعدش همینجور که داریم صحبت میکنیم میگم کیوون جان شما به چی علاقه داری در زندگی؟ میگی مطالعه و ورزش و دوست دارم همسری که انتخاب میکنم اونم به مطالعه و ورزش علاقه داشته باشه. فهمیدی؟ اینا علکی بید یا واقعی؟ نه تو عاشق مطالعه و ورزشی. داریم اینجوری میکنیم که فکر کنه که سلیقه تو با دخترش جوره هماهنگه. فهمیدی؟ آه و فهمیدم. اگه چیزی دیگه به فکرم خطور وکرد وگوام یا نه؟ اگه ابزار فکر کردن داشتی تو اینجا نشسته بودی. یک کلمه بیشتر نمیگی. همینایی که بهت گفتم. بله خوب هستین که شما؟ به لطف شما. خوبم. بنده یه چند تا خونه ای تو برره دیدم ولی هنوز اون خونه مورد علاقمو پیدا نکردم. چقدر جالب. ما هم چند تا دختر برای کیوون جون وعدیدیم ولی هنوز اون دختر مورد علاقمونو پیدا نکردیم. بله ماشاءالله برره یا همشون گله نمکن. گله که اینا کوه نمک. شما اینا رو نمیشناسی. اینا کوه نمکن. بله آقا کیوون چرا اینقدر کم حرف و خجالتیه؟ این کیوون ما اصلا اینطوریه. به جان شما از سنگ صدا در میاد از این کیوون صدا در میاد. کیوون جون یه چیزی بگو صحبت کن. کیوون خجالت بکشم رو نبشی از هم روش نمی. خب بگو چه غذایی خیلی دوست داری؟ یا
یادم رفت که بیده چی بیده؟ عرض میکنم میگم کوه نمک. آخه آدم غذای مورد علاقش رو یادش میره. اونم تو که انقدر به مامانت گیر میدی میگی برام قیمه بادمجون درست کن. بگو. ها راست نکن، قیمه بادمجون دوست ندارم. البته اسفناج و مایپولو و کورش قیمه و کله پاشم خیلی دوست دارم. کباب کوبیدم اونا دیگه خیلی مهم نیستش. اونا مهم نیست. قیمه بادمجونه خیلی مهم بود. اونا رو میدونم که زیادم دوست نداری. اونا رو میدونم. دوست ندارم. ببین این بچه اصلا دهنشو واز کرد گفت قیمه بادمجون. اول و گفت مو، بعد و گفت قیمه بادمجون. کیوان جان بگو کجا دوست داری زندگی کنی؟ تو برره. کجا؟ همینجا تو برره، هیچ جام نبرم. عجیبه ها، مگه تو به من نگفتی دوست داری تو فلورانس و ونیز زندگی کنی، بری لب ساحل تناب بزنی، ورزش کنی، بدوی جستن جستن کنی اونجا؟ بگو. دروغ نبگو، اینا رو خودت نگفتی. من کی نگفتم؟ شیوان جو آخه حرف عجیب غریبی میزنی، من چی کار کنم؟ من اینا نودانه یه کاریش بکن. ما نودانیم یه کاریش بکن. تو حرف نزن، چهار تا کلمه بهش یاد دادم، دریغ از گفتن یه دونش. خوهای وش شدم، حالا دوباره وگو، من یاد وگیرم دوباره برم وگوم. لازم نکرده، دیگه این راه ها جواب نمیده، ما باید از راه های دیگه ای بریم جلو. ببین باید یک راهی پیدا کنیم که تو عشقت رو به الیزه خانوم ثابت کنی. بدبختی میدونین کجاست، آخه الیزه ای در کار نیست. ها من وگوم تو ای به ای یاد وده چی کار وکنه؟ ای همون کارا رو برای بابای الیزه خودش در وکنه. من نمیفهمم آخه. خب راه زیاد وجود داره، مثلا فرستادن گل نشانه مهر و محبت و عشقه. واسه بابای الیزه که نمیشه گل فرستاد. آخه چرا نوشه؟ خود چرا نوشه؟ کیوون تو یه گل وردار، برو بده به بابای الیزه و ای آقای شوکت پناه، او خودش بعدن برای الیزه تعریف کنه. آیا کنو بیا گل مرا دوکیدم. کار دیگه ای که میشه کرد اینه که یه نامه پرمهر و محبت برای او بنویسی. دو تا مشکل وجود داره، یکی این که اصلا دختر خانومی وجود نداره، دو این که تو اصلا سواد نداری، هی اون قلمو گرفتی داری نقاشی میکنی. خوب بیدم. چه گل قشنگی اووردی آقا کیبون. قابلی نداشتی بید برای این نامر برخو. آدم همیشه هم نباید هی گل و نامه ببره، گاهی موقع ها کم محلی تأثیرش بیشتره. کم محلی یعنی چی؟ کم محلی یعنی این که او رو تحویل نگیری. یعنی که برم یه چنگ بندازم تو صورتش یا با آرنج بزنم تو فکش این یه خون بچه. خب این چه کاریه؟ این که اصلا اسمش کم محلی نمیشه که. خب بخوای جفا برم تو شکمش. اصلا بخش کم محلی رو فراموش کن، من هیچی نگفتم در موردش. خب چی کار بکنم؟ بگو. من دیگه چیز زیادی به ذهنم نمیاد، یعنی اصلا دیگه بلد نیستم. گاهی موقعام تو این فیلما دیدم میرن زیر پنجره اون دختر مورد علاقه شون با میسن آواز میخونن برای او. سلام. سلام آقا کیبون. باز چی آوردی واسه من؟ این گل و نقاشی و اینا یعنی چی؟ نمیفهمم. حالا خودتون بعدن بفهمی. چی رو بفهمم؟ همون وقت خواهی براتون یه آواز از خودم در بکنم؟ آواز محلی برره‌ایه؟ ها، محلی برره‌ای بی. بله، خیلی هم خوبه، بخون. بخونم. فقط شما باید در نظر بگیریم که تو بالکن وایساده بیدی، منم زیر بالکن یواشکی دارم از خودم آواز در بکنم. اینم جزء برنامه است؟ جزء برنامه بی. بخونم. بخونید، سراپا گوشم، بخونید. عروس خانم بیاوریم دشت. کدوم دشت؟ همون دشتی که مار داره. ای ولی دشت سیاد وفای
خدای مبارک بیدا عروس خانم، به افتخار عروس خانم و آقا داماد گل، آقا کیوون، عروس خانم، الیزا خانم، کف مرتب. چی؟ خب در مرحله اول من میدونم که ممکنه کمی عجیب و غیر منتظره به نظر برسه، البته این صحبتی که میخوام بکنم، ببینید از اونجایی که سکه دو رو داره و ما نباید همیشه نیمه خالی لیوانو ببینیم، یعنی در واقع باید نیمه پر لیوانو ببینیم، من از جناب آقای شوکت پناه تقاضا میکنم که برای چند لحظه هم شده این عینک بدبینی رو بردارن به جاش عینک خوشبینی رو بذارن. ای کل اینایی که گفتی یعنی چه؟ ای من بمیرم، خب دارم میپیچونمش چرت و پرت میگم بابا. پر لیوانو ببین. بله عرض میکردم خدمتتون، این آقا کیوون ما یک جوون بسیار فعال و با بنیه و خیلی ساده و خیلی آدم خیلی خوبی هسته. شما بیان ببینین تو مزرعه چی کار میکنه، پر انرژی. خب این بچه بعد سالها که فکر میکرده نیمه گم شده خودش رو گم کرده، حالا فکر میکنه که نیمه گم شدهش رو پیدا کرده. در این لحظه وظیفه بزرگتراست که دور هم بشینن یه فکری برای این جوون ساده دل بکنن که دلش نشکنه. بله بله، البته بنده خودم هم از این آقا کیوون خیلی خوشم اومده. بله همین که ایشون ندیده عاشق دختر بنده شده و به مادیات اهمیت نمیده برای من یه دنیا ارزش داره. البته نظر دخترم مهمه دیگه. آقای شوکت پناه از اون نظر خیالت راحت باشه، اصلا این کیوون منو نگاه بکنید بهش، یک نظر هر کی ببینه ها مدهوش باشه. حالا شما به نظر من یه تماس با الیزا خانم بگیر، بگو تشریف بیارن اینجا، این دوتا جوون همدیگره ببینن. من به شما قول میدم پشیمون نمیشیم، ما با همدیگه قوم و کلیش میشیم، تو برادرم به شما خوش بگذره. خب چرا الیزه؟ خانباجی بزرگتره، خانباجی هنوز ازدواج نکرده، اول خانباجی باید ازدواج کنه بعد الیزه. ببین آقای شوکت پناه، تنها جایی که میشه روش حساب نکرد و قول و قراری هم نباشه و همچین سلسله مراتبی هم نباشه اون ازدواجه. بله البته من فهم میکنم خانباجی بیشتر با آقا کیوون میاد، ضمن این که خانباجی از من بیشتر حرف شنوی داره. اگه من حرفی بزنم اون رو حرف من حرف نمیزنه. بله نه من خانباجی خانوم رو نبخوامه، الیزه خانوم خوبی. آخه نمیفهمم، آخه چه فرقی میکنه؟ فرق بکنه دیگه. شوکت جان الان بحث اون عینک و اینا رو که کردم، گفتم اون بدبینی رو برداری خوشبینی، الان وقت عینک است. یعنی چی؟ یعنی این که ببینید در حال آدم ها از راه دورم که شده امواج همدیگر رو دریافت میکنن. کیوون جون ما الان داره فکر میکنه که امواجش با الیزا خانوم شما در یک راستا قرار داره. امواج من و لیلونم در یک راستا بیدن. خب حالا اشکالی نداره، من زنگ میزنم که الیزه خانم بیاد، ولی بازم فکر میکنم همون خانباجی بیشتر با آقا کیوون. خب الیزه مبارک باشه. بزن کفو، بزن شله. من بگویم به افتخار این دو نوگل خندان، این دو غنچه شادان کف مرتب بزنید. بزن بزن خوب. جان نسار میگم ببین عروس، یعنی این الیزه خانم اومدن یا نه؟ ای قربانت بگردم زول بیا، ای قربان گد گبارت برم، نه هنوز نیومده بید. من سرجی خرم فیلسادم سر را که هر وقت عروس خانم بیومد باید خبر بدید. من بگویم که اگه بخوایش حاصلتون سر نوره خود سرد نوشید، من یه دهن آواز بخونم تا حاصلتون سر جا ویان ها حاضر بگیر ها بخونم. نه وقت بخونی، خودم براتون بخونم، فقط همراهی کنید با دست وزدن. خب
در و کراغین ببینم، ستار بارون ببینم، هر جا نگاه بکنم کیبون خندون ببینم، آخ چه قشنگ کیبون، چه شوخ و شنگ کیبون. های بسته بسته بابا، عروس اومد، عروس اومد، عروس اومد، کیبون آقا کیبون. سلام، این خودشو نتونستم ویا نامو اش فرستادم ویا نامو اشتشو. چقدر زشت بید. من و من و لیلون با هم خیلی خوشبخت بیدیم. آبا شیر فرهاد نمیشه که اینجوری. این بازی یه جوریه که هر کسی باید یک کلمه فقط اضافه کنه. این بازی شکلش اینجوریه. یعنی چه جوری؟ یعنی این که من میگم من، این میگه منو، شما میگی منو کیبون. منو لیلون با هم خوش. حالا یک کلمه ما بگم. حالا بگو. ها من لیلون با هم خیلی خوشبخت بیدیم. اصلا آقا جان بلکن، فکر کنیم که شیر فرهاد کلمه‌شو گفته، منو لیل، منو لیلون و همیالو گفته. توی یالا من بگویم. آره من بخوام یه مسافرت برم. بابا اینجوری که اصلا این بازی نشد. صبر کن ببینم کیبون پسرم کجا میخوای بری؟ نمیدونم، بخوام یه جایی برم دور که از این عشق و عاشقی این چیزا خسته شده میدم. اتفاقا کار بسیار خوبی بکنی، برای یک بادی به اون کلت پوکت بخوره خوب بید. سردار خواهی، خانوم عصبانی اومده بید، میخواست با شما حرف بزنه. خانوم عصبانی؟ اسمش چیه؟ خانباجی گفت، من گفت اسمم خانباجی بود. اونو بند ازش بیرون نبخوام ببینمش. احتیاجی نیستش من از اینجا پرت کنیم بیرون. من چون یک مقدار وسایل پدریم اینجا جا مونده بود، اومدم اونا رو ببرم. پدرم و الیزه اصلا نمیخواستن شماها رو ببینن. من فقط اومدم بهتون بگم که رفتارتون خیلی زشت بوده. واقعا خجالت آوره. نه سر وکیل خواهد بر سرم بشت اجتماع وکیل خواهد بازی خاک بر اون سرت کیبون. تو چقدر خنگی آخه؟